المناظرة حول سيرة السيدة فاطمة. بررسی مناظری آیت الله حسینی قزوینی در شبکه المستقله. و آن چه شبکه های وهابی تحریف کردند. تحریف بیش از 60% مناظری در شبکه های وهابی. خیانت در ترجمه مناظره. حسب بررسی روایات شیعه، حذف و جابجا کردن سخنان آیت الله قزوینی، حذف و تحریف اعترافات کارشناسان وهابی شبکه المستقله. آیا می دانید بسیاری از سخنان منتشر شده به عنوان مناظره مربوط به شبهایی است که اصلا آیت الله قزوینی حضور نداشتند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمندی که بیننده ویژه برنامه از هیاهو تا واقعیت هستید با موضوع بررسی مناظراتی که در شبکه المستقله برگزار شد در موضوع زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. من مثل 6 جلسه گذشته تنها نیستم، به همراه جناب آقای شرفی مطالب تقدیم حضورتون میکنیم که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. جناب شرفی سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله که بتونیم در این برنامه که قسمت هفتم هست مطالب ارزنده و مفیدی رو تقدیم حضور شما کنیم. طبق معمول مروری داشته باشیم در جلسات گذشته. در جلسه اول در مورد شبکه المستقله با شما گفتگو کردیم و ادعاهایی رو که وهابی‌ها در خصوص مناظراتی که در موضوع زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها در شبکه المستقله برگزار شده بود مطرح کرده بودند. پاسخ ادعاها رو دیدیم. جلسه دوم و سوم این ویژه برنامه در مورد تحریف‌ها، سانسورها و جابجا کردن مناظره توسط وهابی‌ها بود که اینها زمانی که آمدن ترجمه کردند به زعم خودشون که پخش بکنن مناظره رو، چقدر از مناظره رو سانسور، تحریف، جابجا و حتی به مناظره اضافه کرده بودند. در جلسه چهارم اون چه که آقایونی که در شبکه المستقله بودند در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، در مورد هجوم به منزل ایشون، در مورد شهادت ایشون خواسته بودند که از کتب شیعه آیت الله قزوینی بیاورند رو بحث کردیم. دونه دونه سوالاتشون رو دیدیم، دونه دونه پاسخهای آیت الله قزوینی رو با هم دیگه دیدیم که چه پاسخهای آیت الله قزوینی داده بودند. در جلسه پنجم پرداختیم به اولین روایتی که از کتب اهل سنت آیت الله قزوینی در مناظره المستقله آوردند. روایتی بود که از کتاب المصنف ابن ابی شیبه بود. ایشون آوردن روایت رو، ایرادهایی گرفتن به سند روایت، پاسخ دادن، دلالیش رو ایراد گرفته بودن آیت الله قزوینی، پاسخ دادند. در جلسه ششم که جلسه قبل بود دو روایت دیگه که آیت الله قزوینی از کتب اهل سنت آورده بودن رو بررسی کردیم. یک روایت از کتاب تاریخ طبری آیت الله قزوینی آورده بودن، یک روایت از کتاب انساب بلازوری آورده بودند. هر دو روایت رو بررسی کردن آیت الله قزوینی، ایرادهایی که گرفته بودن رو هم پخش کردیم در این برنامه، هم پاسخ آیت الله قزوینی به اون ایرادها رو دیدیم. و در این برنامه که جلسه هفتم از ویژه برنامه از هیاهو تا واقعیت هست، قرار هست روایت چهارمی رو که آیت الله قزوینی از کتب اهل سنت دال بر هجوم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها آوردن رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم و هم استدلال‌های آیت الله قزوینی رو ببینیم، هم ایرادهایی که آقایون گرفتن به این روایت رو با هم بشنویم و هم پاسخ‌هایی که آیت الله قزوینی به اون ایرادها در شب‌های مناظره داده بودن رو قرار هست با هم دیگه ببینیم و بشنویم. در خدمت شما هستم جناب شرف. سلامت باشید جناب حسینی عزیز. خب بعد از اینکه اون سه روایت رو استاد حسینی قزوینی بهش اشاره داشتن از کتب اهل سنت، خب ما پرونده کتب شیعه و روایت شیعه رو بستیم. آنچه که اونها طلب کردن از آیت الله قزوینی از کتب شیعه کاملا پاسخ داده شد و هیچ جوابی اونها دیگه نداشتن. بعد که حضرت آیت الله قزوینی وارد کتب اهل سنت شدن، بعد از سه روایتی که ما بهش پرداختیم در برنامه قبلی، اینها نهایتا اومدن یک اشکالی رو مطرح کردن. گفتن همه روایاتی که تا اینجا خوانده شد صرفا تهدید رو ثابت میکنه و این رو آقای ابو شوارب گفتن. کلیپش رو حالا با هم ببینیم بینندگان عزیز، این اشکالی که اینها وارد کردن در خدمتتون خواهیم.
كل الروايات التي ذكرها سماحة آية الله القزويني لا تؤكد الواقعة، وإنما فقط تشير إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هدد بإحراق الباب، هدد كل ما في القصة لتحرقن علي بابي، كما قالت له السيدة فاطمة في رواية البلاذري أتراك محرقا علي بابي. این آقای ابو شارب بودن که یک اشکال رو مطرح کردن جناب حسینی، گفتن تمام این سه روایتی که خوانده شد و ما بهش پرداختیم، روایت المصنف، روایت مبنی بر تهدید و تهدید به احراق و تهدید به هجوم در تاریخ طبری و روایت کتاب انصاب الاشراف بلاذری، گفتن اینها صرفا تهدید رو ثابت میکنه، یعنی خود اینها هم دیگه این رو پذیرفتن و نتونستن اشکالی وارد کنن، ولی گفتن بعد از تهدید رو ثابت نمیکنه. این که شما میگید هجوم صورت گرفت و بعد درگیری رخ داد اونجا به افرادی آسیب رسید، این از این روایات ثابت نمیشه. این اشکال آقای ابو شوارب بود و افراد دیگه، به خصوص آقای ابو شوارب خیلی اصرار داشتن به این مطلب. آیت الله حزینی به این هم پاسخ دادن و روایت چهارم رو اونجا به قول معروف رو کردن و اینها ظاهرا خبر هم نداشتن از روایت. بریم با هم دیگه ببینیم بینندگان عزیز، آیت الله حزینی روایت رو از کتاب تاریخ طبری، روایت دیگه از تاریخ طبری، جدای از اون روایتی که قبلا ما بهش پرداختیم رو مطرح کردن و در حین قرائت روایت آقای ابو شاربی اشکالی هم گرفتن، هم قرائت روایت به وسیله آیت الله غزنوی و هم اشکال آقای ابو شوارب رو در این کلیپ می‌بینیم، در خدمتتون خواهیم بود. روایت الطبری یقول ان قول خلیفة ابی بکر اما انی لا عاصی علی شیء الا علی ثلاث فعلتهن الى ان قال وددت أني لم أكشف بيت فاطمة وإن أغلق على الحرب. أسأل من فضيلة الدكتور هاشمي. نعم. ومن ضيف الكريم والعزيز الدكتور أبو شوارب. حفظهما الله حفظكما الله تعالى. ما هو المراد من قول خليفة أبي بكر وجدت أني لم أكشف بيت فاطمة؟ هذا عبارة في أواخر أخريات عمر خليفة أبي بكر. طيب. الرواية ايضا صحيحة على منهج اخواننا اهل السنة. لا 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 لا. صحيحة. الطبري زهدية محمد الطبري لا يشترط الصحة في مروياته، وكثير كما قلت ولو رجعت الى هذه الرواية ستجد انها اما مروية عن هشام ابن السائب الكلبي او انها مروية عن ابي مخنف لطب يحيى، لان او لان هذين الراويين هما اللذان اختص برواية أخبار النزاع بين الصحابة بين أبي بكر وعمر من ناحية وفاطمة وعلي عليهم جميعا رضى الله من ناحية أخرى في كتاب الطبري، وهما راويان شيعيان رافضيان متعصبان غاليان في تعصبهما. ثم إننا قلنا مرارا وتكرارا يا آية الله القزويني حفظك الله ورعاك، قلنا مرارا وتكرارا إن كتاب الطبري ليس كتاب صحيح، إن الرجل يروي كل ما وقع له دون أن يشترط الصحة في ذلك. خب بینندگان عزیز با هم دیگه دیدیم کلیپ رو، آیت الله غزوینی آوردن روایت رو، روایتی که طلب اونها رو ثابت میکرد که وجود داره در کتب اهل سنت، و در حین قرائت روایت که روایت بود مبنی بر این که خلیفه اول پشیمان شده است، اشکالی رو آقای ابو شوارب مطرح کردن. بله، همینطوری که شما عزیزان هم ملاحظه فرمودید، بعد از اینکه اینها گفتن روایاتی که آیت الله غزوینی قرائت کرده فقط تهدید رو ثابت میکنه و هجومی در کار نبوده است، آیت الله غزوینی روایت پشیمانی خلیفه اول مبنی بر کشف بیت حضرت زهرا سلام الله علیها را آوردند. بسیار این پاسخ بیننده ها میتونن درک بکنن که دقیق و بجا بود. چرا؟ چون اگر تهدید صورت گرفته بود و بعد از اون عملی انجام نشده بود، دلالتی نمیداشت که خلیفه اول بخواد بیاد ابراز پشیمانی از هجوم و کشف بیت داشته باشه. فرض کنید یک شخصی آمده است، تهدید کرده است حضرت زهرا سلام الله علیها رو به هجوم و یا به سوزاندن بر به منزل. چرا شخصی دیگری که خلیفه بوده است در آن زمان در اواخر عمرش ابراز ناراحتی میکند که کاش این کار رو نمی کردم؟ یعنی چی؟ یعنی اولا اینکه در زمان خلافت من این اتفاق افتاد و من اجازه این کار رو دادم یا دستور به حمله رو دادم. اگر حمله صورت نمی گرفت و صرف تهدید بود، نمی گفت من کشف بد نمی کردم، می گفت کاش اون تهدید انجام نمی شد،
چون بر اساس روایت اهل سنت خلیفه اول هم تهدید نکرده بود، خلیفه دوم تهدید کرده بود. پس کشف بیتی رخ داده است که خلیفه اول در اواخر عمر خودش بر اساس روایت اهل سنت پشیمان هست از این کشف بیت. یک ایرادی گرفتند آقای ابو شوارب، همونجا ما کلیپ هم برای شما بینندگان عزیز پشت سر هم گذاشتیم، هم عباراتی که آیت الله غزنوی خواندن و سوالی که مطرح کردن که اگر واقعا کشف بیت نبوده، فقط تهدید بوده، چرا ابوبکر ناراحت بوده، چرا ابوبکر پشیمان بوده است از این قضايا. آقای ابو شوارب بلافاصله ورود پیدا کردن، به جواب دادن. دو تا جواب دادن اینجا آقای ابو شوارب به این روایت. جواب اول این بود که آقای طبری هر آنچه که در کتابش آورده است که صحیح نیست، شرط صحت نکرده آقای طبری. آیت الله غزنوی پاسخ به این ایراد رو دادند، یعنی آمدن تصحیح هایی که در مورد روایت پشیمانی خلیفه اول بود رو، این تصحیح ها رو خوندند. با هم دیگه پاسخ آیت الله غزنوی به این ایراد رو ببینیم. ندامة خليفة أبي باكر عن الهجوم. روى الطبري والذهبي وغيرهما عن أبي باكر قال حين موته: أما إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهن. إلى أن قال: وددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وإن أغلق على الحرب. هذا نقله الطبري في تاريخ المجلد الثاني صفحة 619، تاريخ الإسلام للذهبي المجلد الثالث صفحة 118، ومعجم الكبير للطبراني المجلد الأول صفحة 62، مجمع الزوائد للهيثمي المجلد الخامس صفحة 202. كفى في صحة هذه الرواية بأن ضياء الدين المقدسي الحنبلي من كبار علماء أهل السنة ويقول هذا حديث حسن عن أبي بكر، كتاب الأحاديث المختارة المجلد العاشر صفحة 90. هذا ضياء الدين المقدسي من أعمدة علم الرجال والجرح والتعديل، قال في حقه العلامة الذهبي: هو الإمام العالم الحافظ الحجة محدث الشام شيخ السنة إلى آخره. تذكرة الحفاظ المجلد الرابع صفحة 1405. مضافا إلى أن قلوان بن داود البجلي وقع في هذه الرواية، فاستقه ابن حبان في كتابه الثغات المجلد الثامن صفحة 526. يمكن أن يقول بعض الإخوة بأن ابن حبان متساهل في التوثيق، هذا عبارة غير مقبول، لأن الذهبي يقول في كتابه الموقفة في علم الحديث في علم مصطلح الحديث صفحة 79: ينبوء معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان. يقول السيوطي: فما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح. كتاب تجريب الرابي المجلد الأول صفحة 108. ملاحظة فرمودید این ایراد آقای ابو شوارب که آقای طبری هر آنچه که آورده است شرط بر صحت نکرده است، آیت الله غزنوی جواب دادند. علمای اهل سنت روایت رو تصحیح کردند. آیت الله غزنوی هم ادعا نکردند هر آنچه که طبری آورده است سند صحیح. اینها برای اینکه یک راه دررویی در مناظره مستقل پیدا بکنند در مقابل پاسخهای آیت الله غزنوی، در مقابل سوالاتی که آیت الله غزنوی میپرسیدند، میگفتند بله طبری که نیامده همین روایتش رو صحیح بداند فلانی. خب اصلا آیت الله غزنوی همچین ادعایی نکردند. جوابی که این آقایون میدادن فقط برای پر کردن زمان مناظره بود و برای اینکه شاید چند نفر بیننده هاشون عوام باشن، واقعا اینها رو ندونن، نفهمند که آیت الله غزنوی بابا داره روایت رو تصحیح میاره از اهل سنت براش. آیت الله غزنوی صرف وجود روایت طبری رو نیاورده، فرموده روایت به سند صحیح آمده. پس این پاسخ آیت الله غزنوی بود به ایراد اول آقای ابو شوارب. یک ایراد دیگه هم گرفتن. جناب شرفی در خدمتتون هستم. اما اشکال دومشون این بود جناب حسینی عزیز، آقای ابو شوارب گفتن ما اگر کتاب تاریخ طبری رو باز کنیم، این روایت یا از ابو مخنف نقل شده یا از کلبی، که شبکه‌های وهابی فارسی زبان اینجا زیرنویس رو تحریف کردن، گفتن شاید اگر مراجعه کنیم، در حالی که خود آقای ابو شوارب داره جزمی میگه، میگه ما اگر مراجعه کنیم یا از ابو مخنف نقل شده یا از کلبی، یعنی قطعا یکی از این دو نفر باید در سند روایت طبری باشه، که شبکه‌های وهابی فارسی زبان چون دیدن این دروغ هست اومدن زیرنویس رو تحریف کردن. حالا کلیپ رو با هم دیگه یه بار ببینیم که مروری بشه، انشالله در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
الطبري لا يشترط الصحة في مروياته، وكثير كما قلت ولو رجعت إلى هذه الرواية ستجد إنها إما مروية عن هشام ابن السائب الكلبي أو إنها مروية عن أبي مخنف لطب يحيى. الطبري لا يشترط الصحة في مروياته، وكثير كما قلت ولو رجعت إلى هذه الرواية ستجد إنها إما مروية عن هشام ابن السائب الكلبي أو إنها مروية عن أبي مخنف لطب يحيى. بسیار عالی، مجدداً با هم دیگه دیدیم ادعای آقای ابو شوارب رو که گفتن اگر مراجعه کنیم به تاریخ طبری قطعاً یکی از این دو نفر که رافضی ضعیف کذاب هستن در سند هستن و روایت نمیتونه صحیح باشه. خب اینجا کتاب تاریخ طبری، کتاب تاریخ الامم والملوک المعروف به تاریخ طبری که تصویرش رو هم بینندگان عزیز دارن، کتاب تاریخ طبری جلد دوم، خود آقای طبری هم متوفای 310 هجری. این کتاب تاریخ طبری چاپ الامیره بیروت. ما اگر مراجعه کنیم در این کتاب، در این کتاب صفحه 328، صفحه 328 ذکر و استخلافه عمر بن الخطاب در این باب و عنوانی که گذاشتن، در پایین صفحه سند روایت مورد نظر ما شروع میشه، حدثنا یونس، این سند اون روایت هست، حدثنا يونس بن عبد الاعلى حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا الليث حدثنا علوان عن صالح عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه انه ادامه روایت، یعنی این سند هست. خب ما اینجا نه اسمی از آقای ابو مخنف میبینیم، نه اسمی از آقای کلبی میبینیم، برخلاف ادعای آقای ابو شوارب، یعنی ایشون دروغ گفتن. نه در سند این روایت آقای در واقع ابو مخنف هستن و نه آقای کلبی. خب این یک دروغ که شبکه‌های وهابی فارس‌زبان به همین دلیل مجبور شدن زیرنویس رو تحریف کنن، و الا اگر تحریف نمی‌کردن دروغ آقای ابو شوارب ثابت می‌شد. خب این پس از سند روایت. حالا ما می‌ریم صفحه بعد که متن روایت اونجا موجود هست که اشاره می‌کنه در صفحه 329 از این کتاب در تاریخ طبری، اینجا هم نوشته از سنه 13 من الهجره، سال 13 هجری، متن روایت رو میاره. حالا موضع شاهد ما کجا هست؟ اینجایی هست که میگه قال ابو بکر، خلیفه اول گفت اجل اینی لا آسی على شیء من الدنیا الا على ثلاث، من بر هیچ چیز تأسف نمیخورم، ناراحت نیستم مگر بر سه مورد. حالا این سه مورد یکیش اون چیزی هست که ما داریم در موردش بحث میکنیم که در ادامه متن اومده، میگه سه کار انجام دادن، الا على ثلاث فعلتهن وددت اني تركتهن، سه کار هست که من خلیفه اول انجام دادم که ای کاش اینها رو انجام نمیدادم. خب یکی از اینها چی هست؟ ایشون میگه در ادامه، میگه فاما الثلاث اللاتي وددت اني تركتهن، اما اون سه کاری که ای کاش من انجام نمیدادم، میخواد اینها رو یکی یکی بگه آقای ابوبکر. چی هست اولی؟ فوددت اني لم اكشف بيت فاطمه عن شيء وان كانوا قد غلقوه على الحرب، ای کاش من بیت مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو کشف نمی کردم، هجوم ناگهانی نمی بردیم به این بیت، حتی اگر برای جنگ بسته شده بود این خانه. خب این از تاریخ طبری، از تاریخ طبری عربی هست، جلد دوم. حالا ما میخواییم از ترجمه معروف هم ببینیم که اونجا چی ترجمه کردن همین روایت رو، کتابی که در برنامه قبل هم به اون یک بار رجوع کردیم در بحث هجوم به خانه، تهدید به هجوم که زبیر شمشیر رو برداشت و لیز خورد و شمشیر شکست، از همین کتاب ما ترجمه همین روایت رو هم میخواییم بهش مراجعه کنیم. کتاب تاریخ طبری ترجمه فارسی جلد چهارم، ترجمه آقای ابوالقاسم پاینده، ما مراجعه میکنیم به صفحه مورد نظر، صفحه 1572 از کتاب ترجمه تاریخ طبری. همین روایت رو اینجا آوردن و میگه آن سه کار که دوست دارم نکرده بودم، از قول خود خلیفه اول هست که اینجا میگه ابوبکر گفت آری از آن چه شده تأسف ندارم مگر سه کار که کرده ام و خوش بود که نکرده بودم. آن سه کار که دوست دارم نکرده بودم، اولی ای کاش خانه فاطمه را اگر هم به قصد جنگ بسته بودند نگشوده بودم.
این هم از ترجمه فارسی که دیگه ما از ترجمه خودمون هم فقط اینجا نیاورده باشیم، ترجمه معتبر و معروف کتاب تاریخ طبری همین ترجمه هست که همون چیزی ترجمه شد که ما هم بهش اشاره کردیم، یعنی خلیفه اول طبق این روایت تاریخ طبری که روایت معتبری هم هست از جهت سندی و برخلاف آقای ابو شوارب که به دروغ گفتن یا از ابو مخنف نقل شده یا از کلبی، این روایت پشیمانی خلیفه اول در متنش آمده است و میگه من سه کار انجام دادم در لحظات احتضارشون، ایشون گفتن که ای کاش این کارها رو انجام نداده بودم، و اولی کشف بیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه است. ملاحظه فرمودید نه از آقای ابو مخنف در این روایت خبری بود نه از آقای کلبی. این آقای ابو شوارب چون علمیتی در مورد این روایت نداشت، دیگه عرض کردم فقط برای اینکه عوامی که پایگیرنده هستن رو شاید بتونه یه مقدار ذهنشون مشابهش بکنه، گفت یا از کلبی یا از ابو مخنفه. مجبور شدن شبکه وهابیان زیرنویس رو تحریف بکنن برای اینکه این آبروریزی رو یه مقدار بتونن جمع بکنن. اما آیت الله قزوینی اشاره‌ای داشتند به تصحیحی که روایت پشیمانی خلیفه اول از هجوم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها در آن اومده، به کتاب الاحادیث المختاری جناب مقدسی، ضیاءالدین مقدسی اشاره کردن. ما کتاب رو اینجا داریم، یک مرور بکنیم ببینیم آیت الله قزوینی اشارهشون به چه نکته و به چه موردی بود در این کتاب. کتاب الاحادیث المختاره، نویسندش الشیخ الامام العلامه ضیاءالدین مقدسی حنبلی، در جلد اول. اگر ما مراجعه بکنیم به صفحه 88، روایت عبدالرحمن ابن عوف هست از خلیفه اول زمانی که ایشون محتضر شده بودن و لحظات آخر زندگیشون بود. در صفحه 89 متن روایت رو آورده، سه کار رو خلیفه اول گفتن که ای کاش انجام نمی دادن در زمان حیاتشون. یکی از آن کارها این بود که فودت تو انی لم اکن کشفت و بیت فاطمه او ترکتو. من توضیح میدم در مورد این روایت، اما قبلش ببینیم در مورد همین روایت صفحه بعد چه گفته آقای مقدسی. مراجعه میکنیم به صفحه 90 همین کتاب الاحادیث المختاره، وقتی که روایت رو میاره نقل میکنه کجاها هم آمده. قلتو من ضیاءالدین مقدسی میگویم و هذا حدیث حسن عن ابی بکر، این روایت سندش حسن هست از خلیفه اول. الا انه لیس فیه شیء من قول النبی، تنها موردی که داره این است که این روایت از پیامبر نیست، اثر هست که اون هم باز حجته. خب کلام خلیفه اول هست، از پیامبر طبیعیه که نباشه، پشیمانی خلیفه اول هست طبیعیه که از پیامبر نباشه. اما برگردیم به متن روایت، پس دیدید روایت حسن دونسته جناب آقای مقدسی، همینطور که آیت الله قزوینی اشاره کردن، و این روایت روایتی نیست که با سند ضعیف آمده باشد و طبری به عنوان یک نقل تاریخی ضعیف نقل کرده باشه. فودت تو انی لم اکن کشفت بیت فاطمه او ترکتو، ای کاش من نبودم آن کسی که کشف کرد منزل حضرت زهرا سلام الله علیها رو، یا اون رو ترک می‌کردم. به این معناست که ای کاش من هجوم نمی‌بردم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها، او ترکتو، یا اینکه بعد از اینکه هجوم بردم در خانه نمی‌ماندم، تسخیر نمی‌کردم خانه را، ترک می‌کردم بیت رو و خانه را ترک می‌کردم. هرچند در بر جنگ بسته شده بود، هرچند در آن خانه در را برای جنگ علیه من بسته بودند. دیدیم در روایت قبلی هم زبیر با شمشیر از خونه میاد بیرون و بعد هجوم میبرند و میگیرن زبیر رو. خلیفه دوم با آتش آمده، فضا کاملا فضای جنگیه. تو بعضی از نسخ هست انی اغلق و علل حرب. این که جلسه قبل عرض کردم چطوری میشه که خلیفه دوم تهدید کرده، چطوری میشه که خلیفه دوم تهدید کرده، خلیفه دوم آتش آورده، خلیفه دوم گفت من در رو روی حضرت زهرا میسوزونم، خلیفه دوم گفت من خانه رو با اهلش به آتش میکشم، اما خلیفه اول داره پشیمانی میکنه این هست. خلیفه اول میگوید و ان اغلق علی الحرب، من در جنگو میبستم،
یعنی من نمیگذاشتم اون کسی که تهدید کرد وارد جنگ با اهالی این خانه بشه. ما اگر درگیری به صورت ساده در یک شهری در یک منطقه بین چند نفر باشه بهش جنگ نمیگیم. جنگ به زمانی گفته میشه که یک ویژگی‌های خاصی داشته باشه اون درگیری. آیا واقعا منزل حضرت زهرا جنگیدن داشت؟ این است که خلیفه اول افسوس می‌خورد، ای کاش من در جنگ را می‌بستم، نمی‌گذاشتم که وارد جنگ با حضرت زهرا سلام الله علیها بشم. این روایتی بود که آقای مقدسی روایت رو حسن دونسته بود، که خب مشخص هم است الحسن ها که صحیح فل احتجاج، روایت حسن در احتجاج مثل روایت صحیح. اما این آقایون اومدن به سند روایت آقای الحسینی یه مقدار سعی میکرد علمی تر بحث بکنه در این مناظرات، یک ایراد دیگه گرفتن، این بار برمیگشت به سند روایت. البته همینطور که خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردیم، بسیاری از بخش‌های مناظره‌ای که در شبکه وهابی فارسی زبان پخش شده از شب‌هایی است که آیت الله غزنوی حضور ندارن، اینها رفتن جواب رو پیدا کردند، برنامه رفتن، اما اون قسمتی که پاسخ دادن رو گنجاندن در شب‌هایی که آیت الله غزنوی حضور داشتن. مطمئن ما برای اینکه دیگه حجت واقعا تمام بشه در این برنامه، سعی می‌کنیم بر اساس اون توافقی با آقای شرفی کردیم تا اونجایی که امکانش هست از کلیپ‌های استفاده بکنیم که زیرنویس شده توسط شبکه‌های وهابیه، که در هیچ شک و شبهه‌ای هم دیگه در ترجمه این کلیپ‌ها باقی نمونه. از طرف دیگه هر کس نگاه بکنه متوجه بشه حتی در اون مناظرات تحریف شده هم آیت الله غزنوی پاسخگو بودند و طرف وهابی بود که در این مناظرات شکست خورد. ایراد جناب آقای حسن الحسینی از حاضرین در استودیو المستقله در روایتی که آیت الله غزنوی آوردن در خصوص پشیمانی ابوبکر رو با هم ببینیم. الرواية الأخيرة التي قال أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ندم قبل موته وقال وجدت أني لم أكشف بيت فاطمة. نأتي إلى هذه السند، هذه الرواية موجود في عند الطبراني والسيوطي، نجد راوي اسمه علوان بن داود. ماذا قال عن البخاري؟ قال منكر الحديث، وقال ابن سعيد منكر الحديث، وتقول رواية صحيحة عند أهل السنة. خب آقای حسن الحسینی بالاخره بعد از دست و پا زدن آقایون وهابی در شبکه وهابی المستقله و اون ایرادهای خنددار آقای ابوشاره و ایرادهای غیر علمی، بالاخره اومدن باز هم مثل قبل سراغ سند روایت. خب دیدیم نه خبری از کلبی بود در سند روایت و نه از ابو مخنف خبری بود، فقط یک راوی رو اینها پیدا کردن که نام صحیحش هم علوان هست، علوان ابن داوود، که حالا به اشتباه آقای حسن الحسینی گفتن علوان. حالا ما خیلی کاری به این اشکالات اعرابی نداریم، مهم برای ما بحث علمی هست. این آقای علوان ابن داوود رو اینها گفتن منکر الحدیث هست، یعنی گفتن در سند این روایت فردی هست به نام علوان ابن داوود، این منکر الحدیث هست، در نتیجه سند روایت قابل قبول نخواهد بود، سند روایت معتبر نخواهد بود. خب بینندگان عزیز، آیت الله غزنوی به همین اشکال اونها هم پاسخ علمی دادن بر مبنای مصطلح الحدیث اهل سنت. با هم دیگه ببینیم. یقولون فیه بانه منکر الحدیث، اقول فعنا كون الرجل منكر الحديث لا يدل على عدم انشبار رواياته. يقول ابن حجر أسقلاني في ترجمة حسين بن الفضل البجلي فلو كان كل من روى شيئا منكرا استعد أن يذكر في الضعفاء لما سلم من المحدثين أحد. كتاب لسان الميزان المجلد الثاني صفحة 308. فيقول الذهبي أيضا ما كل من روى المناكير يضعف ميزان الاعتدال المجلد الأول صفحة 118. این هم از پاسخ علمی و مستدل آیت الله غزنوی. بینندگان عزیز، ایشون گفتن که منکر الحدیث اولا باعث ضعف راوی نمیشه، و خیلی اونهایی هم که حالا در علم الحدیث دستی بر آتش داشته باشن خیلی واضح هست براشون که منکر الحدیث جرح مفصل نیست. طبق نظر علمای حتی اهل سنت و بسیاری از علمای حتی سلفی و متشدد، منکر الحدیث رو جرح مفصل نمیدانن، که اگر قرار باشه ما هر کسی که منکر الحدیث گفته شد رو، حدیثش رو بگذاریم کنار، احدی از محدثین سالم باقی نخواهد ماند. به این معنی که باید دیگه تمام روایات رو تقریبا بگیم ضعیف هست و قابل قبول نیست. و نقل هم از ابن حجر بود، از ابن حجر عسقلانی، از محدثین و علمای بسیار بزرگ اهل سنت که او رو قبول دارن. ایشون این رو گفتن و علمای دیگری هم هستن که حالا یک نمونه رو در وقت محدودی که داشتن آیت الله غزنوی بهش اشاره داشتن. پس این روایت طبق مبنای اهل سنت معتبر هست و اشکالاتی که اونها وارد کردن قابل قبول نیست. بله، سه تا ایرادی که گرفتن رو هر سه آیت الله غزنوی پاسخ دادند. اولی این بود که آقای طبری شرط صحت نکرده که تصحیح روایت رو آوردن آیت الله غزنوی. دومی این بود که از کلبیست
یا از ابو مخنف، در حالی که نه از کلبی بود نه از ابو مخنف بود، چون تصحیح داشته باید. و سوم این که آقای علوان بن داوود در این سند هست و این منکر الحدیث آیت الغزنوی پاسخ منکر الحدیث را اگه بخوایم ضعف بدونیم خیلی اوضاع خراب میشه. در کنار این خب با وجود علوان بن داوود را باید اهل سنت حسن دانستن دیگه، اونها که دیگه از شما علمشون بیشتر بوده آقای وهابی. اما یک نکته رو جناب آقای شرفی، آقای الحسینی گفت زمانی که میخواست ایراد بگیره به علوان بن داوود، اشاره ای کرد به سند روایت به نقل از سیوتی. آقای سیوتی کجا آورده روایت رو؟ در کتاب مسند فاطمه خودشون. حالا بینندگان عزیز اگر الان تصویر رو دارند، جلد کتاب مسند فاطمه رو ملاحظه بفرمایند. یک نکته خیلی جالبی در اینجا هست. ببینیم آقای الحسینی واقعا کتاب رو دیده یا نه. این کتاب مسند فاطمه هست از جناب آقای سیوتی. ما اگر مراجعه بکنیم به صفحه 34 این کتاب، همین روایت رو آورده. فاما التي فعلتها وددت اني لم افعلها، یک از اون کارهایی که انجام دادم ای کاش انجام نمیدادم، وددت اني لم اكن اكشف بيت فاطمه وتركته، من به خانه حضرت زهرا هجوم نمی بردم، حداقل بعد از هجوم دیگه اونجا رو تسخیر نمی کردیم. و انی اغلق علی الحرب، و من در جنگ رو می بستم. یا با اون تعبیر دیگه که آقای مقدسی داشتن، اگرچه اون منزل برای جنگ درش بسته شده بود. خب همین روایت رو که جناب آقای سیتی آورده در صفحه 35 صفحه بعدش، خب آقای الحسینی به همین روایت استناد کردن، گفتن آقای سیتی داره. در صفحه 35 خط 4 ملاحظه می‌فرمایید، نوشته صاد، حرف مختصری رو بود که در کتاب‌ها مرسومه، وقال انه حدیث حسن، این روایت سندش حسنه. صاد رو اگر ما مراجعه بکنیم به صفحه 19 همین کتاب، می‌بینیم در کشف و رموز التي وضعت في اواخر الاحاديث، حرف صاد لعبد ابن منصور في سننه، یعنی هر جا که من حرف صاد رو در این کتاب آورده بودم مربوط می شود به نقل قول از آقای عبد ابن منصور که در کتاب سننشون آوردن. البته الان این تصحیحی که آقای سیوتی نقل می کنه از سنن عبد ابن منصور الان وجود ندارد، اما آقای سیوتی این رو نقل کرده. پس در نتیجه همون آدرسی رو که آقای الحسینی داده بودن برای روایت پشیمانی، همونجا روایتش تحسین شده بود و لحاظ سندی مشکلی نداشت. اما آقای الحسینی هیچ اشاره‌ای نکردن که سند روایت در اونجا تحسین شده. گفتن نه، علوان بن داوود هست منکر الحدیثه که آیت الله غزنوی به خوبی پاسخ این سوالشون رو هم داد. بسیار عالی. خب این از بحثی که در مورد روایتی در تاریخ طبری بود و پشیمانی خلیفه اول از هجوم به خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و روایت هم ثابت شد معتبر هست، نه در سندش ابو مخنف بود نه در سندش کلبی بود، ثابت شد آقای ابو شوارب دروغ گفتن، آقای حسن حسینی تدلیس کردن، چرا نیومدن اشاره کنن که سیوطی تحسین حدیث رو هم نقل کرده از یکی از علمای سرشناس اهل سنت. و بعد از اون آیت الله غزمینی به عنوان مؤید این مسئله اشاره کردن به کلامی از کتاب منهاج السنه ابن تیمیه، یعنی از اونجا کلامی رو آوردن مؤید این روایات، که حتی ابن تیمیه هم به نکته بسیار بسیار مهم و محل تأملی اشاره کرده در کتاب خودش در مورد هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. با هم دیگه کلیپ رو ببینیم. و اما قضیه الهجوم الى بیت فاطمه سلام الله علیها لم تكن مختصه بكتب شیعه، نحن نطلب من الاخوه الاعزاء الحاضرين في الاستوديو ان يعالجوا ما ذكر في كتب اخواننا اهل السنه. قضیه الهجوم قد ذكر حتى ابن تيميه الحراني امام الوهابيه يقول في كتابه منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 220، يقول إنه يعني إن عمر بن الخطاب كبس البيت، يعني حجم على البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستهفه. يعني قضية الهجوم على بيت فاطمة بهيت لا يمكن لابن تيمية أيضا أن ينكر هذه القضية. بسیار عالی. حتی از کتاب ابن تیمیه هم آیت الله غزوینی قولی رو خواندند و گفتن اون روایاتی که ما آوردیم بالاخره، فکر کنید به حال این اقوال و این روایاتی که در کتب اهل سنت وارد شده، و حتی فردی مثل ابن تیمیه هم در کتاب منهاج السنه خودش قولی رو میاره که بسیار بسیار خطیر و قابل تأمل هست،
یعنی از اون متن که ابن تیمیه آورده و آیت الله غزنوی هم به اون اشاره داشتن و آدرس دادن از کتاب منهاج السنه، واقعا برداشتی که هر فرد محقق میتونه داشته باشه این هست که ابن تیمیه هم پذیرفته. حالا این رو آیت الله غزنوی هم اشاره داشتن، اما یک ایرادی گرفتن باز، یعنی آقای ابو شارب که مدام وارد میشدن در کلام آیت الله غزنوی و یک اشکال رو میخواستن بگیرن که بسیار از اشکالاتشون هم علمی نبود، اینجا هم یک اشکال رو مطرح کردن. با هم دیگه ببینیم چه گفت آقای ابو شارب، در خدمتتون خواهیم بود. ايضا ابن تيميه يرد على المطهر ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامه، يعني منهاج السنه، يرد يعني ياتي بزعم منهاج الكرامه ثم يرد عليه، فليس ايرادها في كتب السنه دليل على ان علماء السنه يستشهدون بهذه القصه او يعترفون بها. این هم از ایراد، حالا نمیشه گفت علمی، جناب حسینی عزیز، ایرادی که آقای ابو شعارب گرفتن. گفتن ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه خودش حرفها و ادعاهایی رو که علامه حلی رحمت الله علیه آورده اینها رو مطرح میکنه و رد میکنه، و این هم ضمن همون کلمات و عبارات هست. یعنی اگر من به عنوان یک فردی که هیچ اطلاعی ندارم کلام آقای ابو شوارب رو میشنیدم، اینطور برداشت کردم جناب حسینی عزیز که ظاهرا این باید کلام علامه حلی باشه، آقای ابن تیمیه رو رد کرده و کلام از خود ابن تیمیه نیست. بله، ملاحظه فرمودید این جواب علمی نمیشه گفت، ولی جواب دم دستی آقای ابو شوارب بود دیگه، جز این جوابهای کلی بود که هر آنچه که آیت الله غزنوی میوردن یکی دو تا جواب کلی داشتن که اصلا مربوط به اون موضوع نبود، این جوابها رو میدادن. مثل اینکه این کتاب که نگفته هر آنچه که درش اومده صحیحه، یکی از جوابشون هم گاهی این بود، میدیدیم که ایشون نقل کرده که رد بکنه. در مورد بقیه احادیث هم همین اشاراتی رو داشتن، به جز مصنف ابن ابی شیبه که پذیرفته بودن، آیه ابن ابی شیبه رو باز واقعا نقل کرده. خب ما رجوع کنیم به کتاب منهاج السنه و این کتاب رو ببینیم آیا واقعا این عبارت علامه حلی است یا عبارت خود ابن تیمیه است. تصویر کتاب جناب ابن تیمیه رو ملاحظه می‌فرمایید در کتاب منهاج السنه جلد 8 صفحه 290 تا 291 شما کار داریم. ببینید این عبارتی است که آیت الله غزنوی قرائت کردند. وقایت ما یقال انه کبس البیت لینظر هل فیه شیء من مال الله. خب این عبارت از کتاب منهاج السنه قرائت شد. ببینیم، بریم بالاتر ببینیم این عبارت علامه حلی است یا خیر. یک پاراگراف بالاتر میریم والجواب، یک پاراگراف بالاتر وقال الرافضی. قال الرافضی منظور چه کسیه؟ علامه حلی. علامه حلی است. والجواب از چه کسیه؟ ابن تیمیه. حالا وقایت ما یقال ادامه جواب یا ادامه قال الرافضی؟ ادامه کلام ابن تیمیه هست. خیلی واضحه، ادامه همون جواب هست. حالا ابن تیمیه اینجا چه گفته؟ ببینید وقتی که شروع میکنه ابن تیمیه پاسخ دادند به علامه حلی که قائل به هجوم هست، قائل به شهادت هست، قائل به شکستن پهلو هست، قائل به سقط جنین هست، همه اینها رو قبول داره، چه جواب میده ابن تیمیه؟ جملش این هست: نحن نعلم یقینا ان ابا بکر لم یقدم على علی و الزبیر بشیء من العوا. ما یقین داریم ابو بکر کاری رو نمی کنه که منجر به ایذای امیر المؤمنین و زبیر شود. خب پایین تر چی میگه؟ میگه نهایتش چه بوده؟ نهایت این بوده است که انهو که یعنی ابو بکر یا عمر کبس البیت لینظر هل فیه شیء من مال الله. قدر متیقن اینجا آقای ابن تیمیه گفته. قدر متیقن یعنی چی؟ خیلی ساده برای شما بینندگان عزیز بگم معنای قدر متیقن رو. یک بار من میگویم از خیابان دو نفر رد شدن، بعد شک میکنم دو نفر یا سه نفر بودن اینها. قدر متیقن این چیزی که من دارم میگم دو نفر هستن، یعنی چه احتمال اول وجود داشته باشه چه احتمال دوم، حتما دو نفر از این خیابان رد شدن، لااقل دو نفر رد شدن. قدر متیقن آقای ابن تیمیه در این عبارت کبس بیت هست، انه کبس البیت، این رو قدر متیقن گرفته. علتش رو داره مطرح میکنه، میگه علتش این بوده که خب ببینند آیا در منزل امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها از اموال مردم چیزی بوده یا نه. عجب، که خود این یک توهین زشت دیگه، خیلی وحشتناکه. یعنی واقعا اهل سنت میپذیرن همچین استدلالی رو؟ حالا معنای کبس البیت چیه؟ ما اگر مراجعه بکنیم به موجم معانی که وجود داره، به قاموس اللغه، به سایت هایی که کبسه رو ترجمه کردن، مشخص کردن که کبس علی الشی به چه معناست؟ مشخص کردن که کبس القوم داره،
مثل همین اینجا بیت بود، این مثالی که آوردن دار رو آوردند. به معنای چیه؟ هجم و علیها فجعتن، یعنی حمله ناگهانی بردند. ابن تیمیه میگه علت این حمله ناگهانی که قدر متیقن میداند این بود که ببینن اموالی از بیت المال در خانه از زهرا و امیرالمومنین بود یا نبود. حالا این جمله قبل ابن تیمیه به چه معناست که امکان نداره ابوبکر امیرالمومنین و زبیر رو اذیت کرده باشه؟ چون اصلا ایشون در این حدش رو اذیت امیرالمومنین نمیداند و اذیت زبیر نمیداند. یعنی ابن تیمیه قائل به این نیست که اگر هجوم بردند برای بیت المال در خانه اون اصلا اذیت کردن دیگران باشه. یعنی این رو برای تقویت اسلام مفید هم میدونه ابن تیمیه. مثل همون عبارتی که خلیفه دوم داشتن. حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه بر اساس روایت صحیح السنت خلیفه دوم گفت این کاری که من میکنم تقویت کننده آن چیزی است که پدرت آورد. خب ابن تیمیه اون روایت رو دیده بر اساس اون نظر داره میگه که نه این تقویت کننده هم هست. ولی آیت الله غزوینی هم ادعا نکردن که جزئیات هجوم رو ابن تیمیه قبول داره. نه، ابن تیمیه بعدش میاد میگه یک جزئیاتی از هجوم هست مثل اسقاط جنین، مثل ضربه زدن به پهلوی حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها، این جزئیات رو ابن تیمیه قبول نداره. خیلی هم طبیعیه قبول نداشته باشه. بحث آیت الله غزوینی در مورد هجوم بود. اصل هجوم روایت صحیح دارد. اصل هجوم رو حتی ابن تیمیه به عنوان قدر متیقنی گرفته است که احتمال براش تراشیده و احتمال آورده براش در کتاب منهاج السنه. حالا بینندگان عزیز قضاوت کنند واقعا آیا ابن تیمیه این رو از علامه حلی آورده بود یا اینکه نه عبارت خود ابن تیمیه بود. اینجا یک نکته مهم دیگری هم هست جناب حسین، یک قاعده ای هست، یک قاعده اصولی، ان التاویل فرع التصحیح. به چه معنا هست؟ تاویل یک قول، تاویل یک عبارت، تاویل یک روایت یا تاویل یک داستان یا هر چیز دیگری فرع تصحیح هست. یعنی شما وقتی یک مسئله رو میای تأویل میکنی یعنی اصل اون رو پذیرفتی، حالا داری تأویل میکنی یا توجیه میکنی، یعنی اصل وقوع رو قبول کردی. این قاعده رو حتی بسیار از علمای سلفی هم قبول دارن، این قاعده متفقون علیه هست. حالا اینجا هم آیه ابن تیمیه وقتی این رو در منهاج السنه آورده اند دارن تأویل میکنن. مثلا میگه اگر هجوم صورت گرفته است موجب اذیت نشده، برای مثلا جمع آوری بیت المال بوده است از داخل خانه حضرت صدیقه طاهره. خب این تأویل هست و تأویل هم گفتیم فرع تصحیح، یعنی ابن تیمیه اصل هجوم رو قبول کرده فقط داره تأویل میکنه و توجیه میکنه. حتی طبق این قاعده اصولی هم ثابت میشود که آنچه آیت الله غزوینی نقل کردن از کتاب منهاج السنه کاملا صحیح هست و نه قول علامه حلی هست و نه ابن تیمیه در معرض و مقام رد اون کلام بوده. اما بعد از بررسی روایات، چهار روایت رو حضرت آیت الله غزوینی بهش اشاره داشتن، به یک سری اقوالی رو اینجا اومدن گفتن خب اگر شما آقایونی که نشسته اید در شبکه وهابی المستقل اشکالی دارید مطرح کنید به این روایات در مورد سندش، در مورد متنش، و گفتن در وقت من هم بیاید پاسخ بدید، اگر اشکالی هست در وقت من بیاید استفاده کنید از وقت من، پاسخ بدید، سوالاتتون رو مطرح کنید، اشکالاتتون رو وارد کنید تا من پاسخ بدم. با هم دیگه کلیپ رو ببینیم، در خدمت شما خواهیم بود. هذا نطلب من اخواننا العزه وانا بخدمه فضيله الدكتور هاشمي، لو كان عنده سؤال في باقي من وقتي أنا أجيب على سؤال فضيلة الدكتور هاشمي. طيب أنا اليوم طال عمرك حفظك الله ورعاك أشكرك على يعني الشرح اللي قدمته. ما أستطيع أقول لك بصراحة أشكرك على الشرح لأنني الحقيقة يعني مستغرب من كثير مما قلته. خب این هم مطالبه آیت الله غزوینی بعد از خواندن چهار روایت. گفتن بیاید از وقت من استفاده کنید، اگر اشکالی هست وارد کنید. و خود آقای الهاشمی رئیس شبکه المصالح گفتن من حیرت زده شدم از این روایاتی که شما آوردید. و خیلی جالب هست جناب حسینی عزیز، اشکالاتی که آوردن نهایتش همین ها بود. اول میگفتن فلان کتاب شرط صحت نکرده، بهمان کتاب شرط صحت نکرده، اگر اینو آورده یا از این نقل کرده یا از اون، که همین هم دروغ بود. همین هایی گفتن مثلا از ابی مخناف هست و فلان، اینها دروغ بود چون واقعا روایت رو ندیده بودن، خبر نداشتن، یا اگر هم خبر داشتن پاسخی نداشتن. و اشکالاتی هم که آوردن تمامش پاسخ داده شد. یعنی ما اینجا این طلب رو داریم از همه بینندگان عزیز، وقتی دیدن اصل مناظرات رو یا اون نسخه تحریف شده که از شبکه‌های وهابی فارس آن پخش شد، اگر یک موردی هست در موضوع مناظره، یعنی زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها، که آیت الله غزینی به اون پاسخ نداده باشن از سوالات این آقایون وهابی، از مطالبات اونها در شبهای حضورشون و در اون وقت محدودی که با ظلم هم تقسیم شد نسبت به آیت الله غزینی، اگر پاسخی هست که مونده که آیت الله غزینی بهش اشاره نکرده باشن، این رو بیارن برای ما، چون هر چه اینها مطرح کردن، هر سوالی مطرح شد آیت الله غزینی پاسخ دادن. بله، اینکه آیت الله غزینی در
زمانی که روایات رو بررسی کردن، مطالبه کردن، خب اگه سوالی هست الان بپرسید من جواب بدم، این نشون دهنده این است که آیت الله قزوینی کاملا مسلط هستن به روایاتی که مطرح کردن. اما طرف مقابل که میگه من حیرت زده شدم، طرف مقابل که اصلا نمیدونه راوی روایت چه کسی هستش، طرف مقابلی که حتی اگر بدونه به تجاهل میزنه خودش رو، خب طبیعیه که اونجا طوری گیر بکنه که شروع بکنه جوابهای مختلف بی ربط بده به سوال. تا جایی که دیدیم ما کلیپش هم پخش کردیم برای شما بینندگان عزیز، آقای محمد الخزائی یه چیزی گفتن، آقا من جوابهایی که دارم میدم اینا بی ربطه، اما خب پوزش خواستن، عذرخواهی کردن، ولی خب ادامه دادن به همون جوابهای بی ربط خودشون. یعنی واقعا کفه مناظره به سمت ناجوان مردانه علمیش رو داریم میگیم. سنگین بود به طرف آیت الله قزوینی و طرف مقابل حرفی برای گفتن نداشتن، با وجود اینکه تمام اجحافهایی که در زمان بحث تقسیم وقت بود، با وجود تمام سانسورها، تحریفها، جابجایی‌ها و اضافه کردن‌های مطالب به مناظره که بعد از مناظره اضافه شده بود، باز آیت الله قزوینی واقعاً در این مناظره پاسخگوی تمام ایراداتی که اونها گرفتن بودن، اما اونها به ایرادات آیت الله قزوینی هیچ پاسخی ندادن. روایت پشیمونی اوایک واقعاً چی جواب دادن؟ باور بفرمایید بینندگان عزیز، خود شبکه‌های وهابی هم می‌دانند اونجا چه اتفاق بدی برای وهابی‌ها افتاد و چقدر متقن بود سخنان آیت الله قزوینی که اومدن این مناظرات رو سانسور کردن، تحریف کردن، اینجوری اومدن دستکاری کردن. اما آقای شرفی، ما در قسمت چهارم که روایات شهادت و هجوم رو از منظر شیعه در منظر مستقل بررسی کردیم و پاسخ‌های آیت الله قزوینی رو هم دیدیم که چه بود، رسیدیم به جایی که این آقایون در شبکه المستقل گفتن نه، از خود حضرت زهرا روایت بیارید که من شهید شدم یا به منزل من هجوم آورده شده، که این رو دیدیم آیه حسن بن فرهان هم مسخره کرد وقتی این سخنانشون رو دیده بود، کلیپش هم پخش کردیم. بینندگان عزیز، وقتی که آیت الله قزوینی روایت رو از کتب اهل سنت آوردن، دونه دونه بررسی رجالی کردن، هیچ ایراد علمی که آیت الله قزوینی پاسخ نداده باشد وجود نداشت در شبکه المستقله، در شبکه آیت الله قزوینی حضور داشتن، همه رو آیت الله قزوینی هر چه ایراد گرفتن رو آیت الله قزوینی پاسخ داد. بله. آقای حسن الحسینی یک سخن بسیار عجیب و غریب گفت، یعنی اگر نبود از مناظره المستقله بعد از بررسی روایات اهل سنت الا همین سخنان آقای حسن الحسینی، با همین کلیپ میشد ثابت کرد که در مناظره طرف وهابی در مورد روایات کتب اهل سنت واقعا پاسخی برای گفتن نداشت. میدونید آقای حسن الحسینی چی گفت؟ آقای حسن الحسینی گفت اصلا اگه شما کتب اهل سنت رو قبول دارید، رها کنید که روایات اهل سنت رو، برید از کتب شیعه بیارید. کلیپ رو با هم ببینید. يعني الآن تكلمت كثير عن رواية أهل السنة، الآن أنا كنا سؤالنا عن رواية واحدة صحيحة مسندة، نريد كلام المعصوم. أنت الآن تدعي أنك تتبع كلام المعصوم، أين كلام المعصوم؟ أم أنك تتبع كتب أهل السنة؟ هي عندك باطلة، فلماذا تعول على كتب أهل السنة؟ ملاحظة فرمودید آقای الحسینی گفت الآن أنت تكلمت كثيرا عن رواية أهل السنة، که در زیرنویس همین رو نیاورده بودن. شاکر وهابی فارسی زمان همین عبارات آقای الحسینی رو هرچند در کلیپی که پخش کردن بود، اما در زیرنویس نبود. ایشون به آیت الله قزوینی گفتن که شما از روایت اهل سنت زیاد آوردی و زیاد در مورد روایت اهل سنت صحبت کردی، که منظورشون از صحبت همون بررسی های رجالی بود، همون بررسی های دلالی بود. اما گفتن که رها کن روایت اهل سنت رو، کتب اهل سنت رو رها کن، برو سراغ کتب شیعه. یعنی به دنبال یک راه فراری بودن و به زبان بی زبانی آقای الحسینی اینجا گفت بابا روایت اهل سنت ما جواب دیگه نداریم بدیم، برو سراغ کتب شیعه، شاید اونجا بتونیم یک ایراد بگیریم، شاید بالاخره اونجا بتونیم یک انقلتی وارد بکنیم به بحث شهادت و هجوم به منزل از زهرا سلام الله علیها. این آخر جوابشون بود که اصلا شما مگه روایت اهل سنت رو حجت میدونید؟ این جواب آقای الحسینی بود که نسبت به این روایت داشت. بله، و جالب هست وقتی هم که حضرت آیت الله قزوینی وارد کتب شیعه و روایات شیعه شدن، با همین تسلط ادامه دادن مباحث و روایات شیعه رو خواندن و ایشون تبیین کردن عقیده شیعه رو که طبق عقیده ما شیعیان مسائل مربوط به مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها، سقط جنین، کسر ذیل و بسیاری از تفاصیل، حتی اینها قطعی هست، یقینی هست، متواتر هست، فوق استفاضه هست. روایاتی رو ایشون خوندن از کتاب کافی، از کتاب دلائل الامامه و سایر کتب، تصحیح هم کردن و تصحیح ها رو هم آوردن، تصحیح روایات رو، اقوال علما و شریک علما زده بودن بر اون روایات، و اینها هیچ پاسخی در مورد روایات شیعه نداشتن. یعنی واقعا اگر پاسخی دادن، که بسیاری از البته بررسی روایات شیعه رو حذف کردن شبکه‌های وهابی فارسی زبان، دلیلش هم ما قبلا، بله جناب حسینی عزیز، قبلا اشاره کردیم به این دلیل حذف بررسی روایات شیعه، این بود که اونها هیچ پاسخی دیگه نداشتن. یعنی خود اینها طلب کردن از کتب شیعه، چون پاسخی نداشتن شبکه‌های وهابی فارسی مجبور شدن حذف کنن اینها رو. یعنی جز قسمت‌های سانسوری بود. متشکرم از شما جناب شرفی. ملاحظه فرمودید ما در قسمت 4 روایت شیعه رو کاملا بحث کردیم که آیت الله قزوینی بعد از اینکه
درخواست کردن از کتب شیعه روایت بیاد، چه روایتی رو آوردن، چگونه بررسی کردن، ایرادهایی که اونها گرفتن چه بود، پاسخهای آیت‌الله قزوینی رو دیدیم. اینجا هم دیدید به بنبستی خوردن در بررسی روایات، که من بخوام خیلی کوتاه جمع‌بندی بکنم روایاتی که در این دو سه جلسه قرائت کردیم، که من بخوام خیلی مختصر بپردازم به این چهار روایتی که آیت‌الله قزوینی مطرح کرده بودن. اولیش روایت مصنف ابن ابی شیبه بود، دومیش روایت طبری بود مبنی بر هجوم بله و تهدید به احراق توسط خلیفه دوم، سومین روایت رو آیت‌الله قزوینی از کتاب انساب الاشراف بلازوری آوردند و چهارمین روایت رو هم از طبری و سایر کتب که در مورد پشیمانی بود بررسی هم شد. روایات مشخص شد که خلیفه اول پشیمان بود در اواخر عمرش بر اساس روایت صحیح اهل سنت از هجومی که صورت گرفته بود. اگر هجومی نبود، اگر تهدید خلیفه دوم عملی نشده بود، نیازی به پشیمانی توسط خلیفه اول وجود نداشت. آیت الله قزوینی روایت رو آوردن، بررسی کردن و هیچ پاسخ درست و درمونی از آقایونی که در المستقل بودند به این روایت داده نشد. ممنونم از شما جناب آقای شرفی. ما قسمت هفتمی بود که تقدیم حضورتون کردیم از ویژه برنامه از حیه تا واقعیت. قسمت‌های بعدی هم انشاءالله تقدیم حضورتون می‌کنیم. مطالب بسیار مهمی هنوز باقی مونده در مورد مناظراتی که در شبکه المستقله در موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار شد. اونها رو هم انشاءالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد و قضاوت رو به شما عزیزان واگذار می‌کنیم که ببینید در مناظرات المستقله چه گذشت و در صدر اسلام چه اتفاقی برای منزل حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه افتاد. التماس دعا دارم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار. به اسم تو قسم تو قلبم حرم داری، دوست دارم و میدونم دوستم داری، سرم رو میذارم به پای تو مادر، تموم مادرها فدای تو مادر. ندارم تو دنیا کسی رو غیر تو، همیشه همرامه